هستم، بفرمایید. نه قیومی هستم از شهر فرانکفورت. بله. امی کسی که شما راجع به روز صحبت میکنید، اولا من باید به شما بگم که دین اسلام بلد. دین حق واقعیت است. بله. و هیچ نقصی در اسلام نیست، نقص در وجود کسانی است که اونا دو رو دارند، یک رو روی اسلام و یک رو روی منافقت. بله. میدی سوهیلی در کتاب خود میگه خداجو با خداگو فرق دارد. کسی که خدا خدا میگه او را خدا و رسولش لعنت میکنه. نه. اما کسی که خدا رو میجوه او قلبش به خاطر خدا میتپه. شما از مردم فرانکفورت پرسان کنین، یعنی کسی که به شما توهین کرده خود از یک انسان رذیل پست هست که در فرانکفورت بین فامیلا نفاق انداخته، این در مسجد در خانه خدا تا به خدا توهین کرده، این خانه نفاق در بین مسلمان های فرانکفورت انداخته به خاطر پول و به خاطر گلبدین. از این اگه پرسان کنیم که بنده کی هستی، میگه بنده گلبدین. من تا متاسفانه هم وطنان بیچاره ایم و نمیدانند که در پشت پرده چی گپ است، در پشت پرده چی هست. و ای اغراض شخصی خوده یک انسان دین فروش، کسی که دین بفروشه به خاطر پول، او پیش خدا چی منزلت داره؟ انمیان در فرانکفورت مشنویدم چند تا شنوندگار بینندگار دیگه هم صحبت کردن، ای بیش از 200-250,000 یورو از مسلمان های فرانکفورت به نام مسجد جمع کرده. هر جمعه در بین مسجد هم که وجود داره، برنامه خود میگه که مسجد جامع ابو حنیفه دو تا اتاق هست، هر هفته هم که مردمی که پیسه دادن میگن پیسی ما رو بدی، اونجا جنگ و جدل است. و از این پرسان میکنم که پیسه هاشی کسی، من به تلویزیون اومد توسط خرج کردم. آیا وقتی که یک مسلمان به خانه خدا کمک میکنه با تو میگه تو بیایی در تلویزیون لو لب بگوی؟ شما آشنایی دارین امرای سادات؟ من قیومی هستم، سابق مسئول مسجد انصار بودم و من شخصا سادات را از این مسجد کشیدم به خاطر دورو بودن از این، به خاطر منافقه های از این. من در سفر حج بایی بودم، این قرآن بلند کرد گفت به این قرآن من به حزب اسلامی نیستم. اها. اما در فرانکفورت هر هفته در شربون با اعضای حزب گلبدین مجالس داشت به خاطر برهم زدن این مسجد. این یک مسجد افتخار آفرینی در بین مسلمان ها و در بین افغان های فرانکفورت است. سجیه جان هر سال در عید نماز عید 2,500 مسلمان در این جمع میشه. اینمی قرآن رو گرفته بود روز جمعه، گفته بود هر کس با این قرآن است همراه ما بیایه، هر کس با قیومی است بود این مسجد بستکه. آقای قیومی، شما گفتیم که 250,000 ایرو را گرفته و به می تلویزیون مصرف کرده، اینا شما همی مقدار از کجا در مسجد شما کدام اداره مثلا بردار دایرکتر چیز نداشتین؟ چطور فهمیدین که پولا گرفته؟ من از مسئولین مالی اون مسجد که حال آمدن به پیش ما گفتن این مسائل، اونا با این دعوا دارن، هر روز پیسی پول خود میخواین، پول هست 95,000 یورو از این پیسه درک نداره. گفته من خرج کردم، نه کویتونگی نه بلی وجود داره. گفته تلویزیون و کامپیوتر من بچیم خراب کرده، اینا گم شده، پول موتورش هست، پول مسجد هست، پول معاش و خرج زندگیش هست، پول مسجد هست. اینا رو به مردم نگفته بوده که من اینقدر معاش باید به من تعیین کنید. من گفته به خاطر خدا میایم، اما پیسای مردم رو کل چور چپاول کرده. او مسئله مردم است که حق خود باید از او بگیرد، اما جفایی که ای در فرانکفورت کرده باور کنین که یهودا در اسرائیل نکردن، یهودا در سرزمین فلسطین نکردن. این بین فامیلا نفاق انداخته، فامیلا از هم به دور کرده. پیسای شما میتونین چند روز پیش در زمین برنامه آقای مسکینیار که ما علیه آقای مسکینیار هم شکایت میکنم که این باید از این تلویزیون بکشه، این مسجد مار مرکز کلتوری سید جمال الدین افغان که هر جمعه هزاران انسان اونجا میای نماز میخونه، این جاسوس خانه یاد کرد که میره دیروز درست پیش یک دوستا کسی تی آورد که انشالله فردا دوشنبه است من میرم به پلیس فرانکفورت از دست از این شکایت میکنم. گوامزی باید به من ثابت کنه که مرکز کلتوری مسجد خانه خدا چطور جاسوس خانه بشه، چون خود از این جاسوس است. خود از هر افعالی که شما بگین در وجود از این است و به خاطر پول. ای خدا رو به خاطر پول میشناسه، ای حرفایی که در تلویزیون میزنه اینا کلش دروغ است. ای ایواز درو اما چای مسعود گفت کافر است.
در یک سمینار عز گلبدین در بون، اما روز فاتحش که برای پیسه دادن گفت من دیشب مشا مسجد خواب دیدم که پیغمبر خدا رو بغل میزنه. آیا اگه انسان کافر پیغمبر خدا بغل میزنه؟ ای از رنگ من میدانم که این مریض است بیچاره. یک روز به تلویزیون میای به خاطر فریب مردم میگه بچه میخوای گرده خود از بی پولی بفروشیم که ما خرج خود رو داریم، اما ایش اینقدر پیسه در مانه با آقای مسکینیار و آقای خطا از کجا میبره؟ اگه طفل این پیسه پول خرج خود داره، این پول برنامه از کجا میبره؟ جز مردم فریبی، جز از اینا ره می مقدار پیسه که به شما میگم دکتر صاحب زمیری از مسئولین همین مسجد نو است، از او پرسان بکنین، من میتونم تلفن از رو به خدمت شما بگذارم و کسایی که بایی در گفتگو هستن به خاطر دعوای پیسای خود پیشترم سر فرد زنگ زدن، یکی به نام جمال بود، آقای جمال و کل شناس بگن، هیچ دروغ نیست که پای از اینا ببخشید با امی قیمی صاحب، یک اموطن پارسال بر من زنگ زد، مگر من نمیخواستم چون من برنامه سادات ندیده بیدم، نمیخواستم در سر از این مسئله تبصره کنم، بر من گفت که یک اندازه پول خود که گرفته بود پیش گفته بود در بانک نمان پیش ما بان، و بعد از یک ماه اومد گفت مال چک میکنم پول من بر من پس نمیتم، من گفتم چرا با کورت نمیری؟ گفت من سند ندارم. بر من گفت که امیر بگو من چون نمیفهمیدم و من نمیخوام راجع به یک برنامه ساز گپ بزنم، من این مسئله را نگفتم. قیمی صاحب قند چی؟ یک افغان است که خانم از او در تصادف موتر کشته شده بود، اینجا با آلمان بیمه هستن، پول بیمه رو داده بود برای از این شخص، این بیچاره میخواست به بانک بگذاره، گفت بوده به بانک نگذار که گناه داره سود میشه، تا خود دست از داده، اما آدم پیش ما هم اومد گفت ما به تو کار کرده نمیتانم، تو باید به خدا پناه ببری که خدا از این بگیره، و انشالله حق مردم خداوند گرفتنی است. خداوند در قرآن وعده کرده که من حق شما از ظالم میگیرم و ظالم به ظلم ظالم گرفتار میکنم و سادات در آلمان به ظلم ظالمین گرفتار است به فضل خداوند رحمان. خداوند انتقام کل مردم را از این میگیره و سه محکمه آلمان تصویب کرده که از آلمان برای پول مردم را به وکیل و محکمه های آلمان خرج میکنه. محکمه آخریش هم به اروپا است، گریشت محکمه اروپا که انگریب اونا هم تبر محکمه های اروپا آلمان تایید میکنن، این باید از آلمان برای بره به جایی که خداوند سرنوشت در اونجا تعیین کنه. تشکر قیمی صاحب، والا بسیار زیاد از شما ممنون، سپاسگزار. برادر گل عزیز ما که آمدین و ما از این گپا خبر نداشتیم، ببینین که همون میگن که باز به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، ببینین که ما کار دیگر میکنن، اصلا باور کار دیگر میکنن. شما میتونین زری پلیس امریکا و زری پلیس آلمان به سر از این دعوای شرف بکنین و سند هم دارین و ما چون سند به ما آوردن من روز فردا و پلیس آلمان میرم و دستش شکایت میکنم. تشکر قیمی صاحب گل نظرین، بسیار مهربانی کردین که زنگ زدین، یک دنیا هستم سپاسگزار، بسیار تشکر.